ماجرای مربوط به روبوده شدن این زن و شوهر به 19 سپتامبر سال 1961 باز می‌گردد. بتی و بارنی هیل در حوالی ساعت 2 صبح با اتومبیلشان در حال حرکت به سمت منزل بودند که به دفعات نوری عجیب را در آسمان بالای سر خود مشاهده کردند و ماشین خود را برای مشاهده آن شی عجیب چند بار متوقف نمودند. آخرین باری که آنها برای مشاهده این شی عجیب توقف کردند، بارنی هیل با دوربین چشمی به آن شی نگاه کرد. او موجوداتی که از پنجره آن دیده می‌شدند را نیز مشاهده کرد و وحشت زده به سمت اتومبیل دوید و از بتی خواست که سوار شود و شروع به رانندگی نمود. ناگهان صدای عجیبی بر فراز سقف اتومبیل آنها شنیده می‌شود و هر دوی آنها دچار خواب‌آلودگی شدیدی می‌شوند. پس از آنکه هر دوی آنها به هوش می‌آیند، خود را 35 مایل دورتر از محل رانندگی می‌یابند و با نگاه کردن به ساعت متوجه می‌شوند که 2 ساعت را در خواب و بی‌خبری بودند. روز بعد آنها گزارشی را از آنچه که برایشان اتفاق افتاده بود را به مقامات مسئول در پایگاه پلیس ارائه دادند و سپس توسط مسئولین کمیته بررسی پدیده‌های هوایی مورد بازجویی قرار گرفتند. بعد از 10 روز از این واقعه، کابوس‌های شبانه بنی و بارتی هیل شروع شد که آنها را متوجه کرد تا با یک روانشناس معروف به نام دکتر بنیامین سیمون تماس بگیرند. معالجات رواندرمانی بر روی این دو به مدت 3 ماه انجام گرفت. در جریان هیپنوتیزم که برای معالجه بر روی آنها انجام میشد، جزئیات بیشتری توسط بتی و بارنی هیل بیان شد که در هر دو مورد اظهارات آنها با هم تطابق داشت. آنها در جریان خواب مصنوعی اظهار داشتند که پس از آنکه توسط موجودات فرازمینی به داخل سفینه برده شدند، آزمایشاتی بر روی آنها انجام شده است. همچنین در جریان خواب مصنوعی بتی هیل گفت که از رئیس آنها در مورد اینکه آنها از کجا میآیند پرسیده است. آنها در جواب به او تصویر 3D از یک منظومه را نشان دادند که هر دو زن و شوهر در جریان هیپنوتیزم تصویر آن را شبیه به هم رسم کردند. این واقعه آنقدر مورد توجه ستاره شناسان و مراکز علمی جهان از جمله سازمان ناسا قرار گرفت که آنها به دنبال یافتن نشانهایی از وجود این منظومه تلاش کردند. جالب اینجاست که 7 سال بعد آن منظومه توسط دانشمندان با نام زتاره تیکولی کشف و مورد تایید قرار گرفت. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.